سلام دوستان، مریم هستم. امروز میخوام یه الگوی خاص دیگر رو بهتون آموزش بدم. اگه این دسته از ویدیوها رو دوست دارین میتونید سابسکرایب کنید و اگه از آموزش امروز خوشتون اومد لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. ابتدا مدل رو نگاه میکنیم. مدل ما از یقه انگلیسی تشکیل شده که یه قسمت از یقه از زیر یه قسمت دیگه یقه بیرون اومده. دکمه خور ما حالت دوبل داره. آستین رگلان هستش که من قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم. ابتدای کار ما باید پنس پهلو یا پنس سرشانمون رو 1 سانتی‌متر بکشیم پایین تر. پس این 1 سانتی‌متر رو علامت میزنیم و وصلش میکنیم به پهلو. از نوک سینه هم که 2 سانتی‌متر اومدیم پایین تر برای پنس زیر سینه. حالا دقیقا از نوک سینه خطی صاف به خط مرکزی جلو میکشی و این خط رو امتداد میدی. چه مقدار باید امتداد بدیم؟ هر اندازه‌ای که از نوک سینه تا خط مرکزی جلو هست، این طرف هم باید همون اندازه باشه. از پایین هم همون اندازه میزنیم، میتونی 1 سانتی‌متر پایین رو بیشتر بگیری. از قد کت حدوداً 3 الی 4 سانتی‌متر باید کوتاه کنی، بریم بالا و این خط رو بکشی. میتونی همون قد اصلی خود کت باشه یا قدش رو بلندتر کنی، فرقی نمی کنی. پس این قسمت دوریز کار میشه. آستینم که رگلانی که گفتم قبلا بهتون گفتم. از کنار گردن به اندازه 1 سانتی‌متر گشاد میکنیم و به این قسمت وصل میکنیم. حالا برای خط پایه یقمون 2 سانتی‌متر بیرون میایم. من با یه رنگ دیگه نشون بدم و ببینین به این اولین دکممون وصل میکنیم، به جایی که اولین دکممون میخوره. یقه ما طراحیش از همین خط پایه یقه یا خط شکستمون شروع میشه. 4 سانتی‌متر از کنار گردن پایین اومدم و طراحی یقه رو کردم. ببینید به این حالت یقه رو مانند شکل طراحی میکنید. 6 سانتی‌متر برای دال یقه در نظر میگیرم و علامت میزنم. پهنای یقمم 10 سانتی‌متر گرفتم. حدود 1.5 تا 2 سانتی‌متر بالا میرم و دال یقه بالایی رو میکشم. هر اندازه‌ای که دال یقه پایین بود، اندازه بالایی هم همه اندازه میگیریم. میتونیم 1 سانتی‌متر هم بیشتر بگیریم. این خط رو ادامه میدیم، میریم بالا. حالا باید اون قسمت زیری رو کپی کنم به این سمت، یعنی یقه‌ای که طراحی کردم به اون سمت طراحی کنم، کپی کنم، ببخشید. به این حالت یقه کپی میشه این سمت. بچه‌ها من قبلا یقه انگلیسی رو کامل توضیح دادم، اینم یه مدل دیگه است. به این مدل میگن حالت طراحی که خیلی برای این مدل ها کاربردش زیاده. قسمت بالای یقه هم که دقیقا مثل یقه هایی که قبلا آموزش دادم، میتونیم برگردین آموزش های قبلی رو نگاه کنید. پس من یقه بالایی رو زیاد نمیکشم. باید مرحله بعدی سجاف رو طراحی کنیم. سجافمون حدوداً 5 تا 6 سانتی‌متر سرشانه علامت میزنیم و به این حالت تا پایین میکشیم. میتونیم قسمت پایین و پهناش رو کمتر کنیم. اگه پارچه کم داشتیم میتونیم قسمت پایین رو کمترش بگیریم. توی این مرحله ببینید تلاقی خط یقمون، خط آبی رنگمون با خط مرکزی جلو هر جایی که شد علامت میزنیم و به نوک سینه وصل میکنیم.
این قسمتش خیلی مهمه، دقت کنید حتما. ببینید این قسمتی که دارم نشون میدم، اینجا باید حتما از یه نایلون دیگه یا یه کاغذ دیگه کپی بشه. نایلون من دولا کردم، میذارم روی خط نقطه چین، خط پایه یقمون. ببینید روی این قسمت میذارم و این قسمت مثلثی شکل رو کپی میکنم. از قسمت بالا، ببینید از قسمت بالا 2 سانتی متر اضافه میکنم. یه نکته دیگه که باید رعایت کنیم، ببینید از این قسمت 0.5 سانتی متر اضافه میکنم و به پایین، به صفر پایین میرسونم. این 0.5 سانتی متر خیلی مهمه، این کار رو انجام بدین حتما. حالا میام قسمت پشتش رو میخوام به شما نشون بدم، باز کپی میکنم که مثلث کاملش رو ببینی. ببینی به این حالت قرار گرفت. ببینی این خط رو نگاه کنی که محل تلاقی خط مرکز جلو شد و خط آبی رنگمون. اینجا رو باید 0.5 سانتی متر بیایم پایین تر. پس 0.5 سانتی متر اینو میایم پایین تر و اینو تا قسمت یقه بالاییمون میکشیم با خط قرمز کشتم. این نکته های مهمه که من همه رو دارم به شما میگم. قسمت رو باید کپی کنی و اون قسمت بالایی هم دوباره از یه کاغذ دیگه کپی کنی. قسمت هایی که دارم میکشم رو دقیق نگاه کنید. اینجاش رو باید حتما علامت بزنی، خط پایه یقمون رو حتما علامت بزنی که موقع دوخت خیلی راحت باشی. اینجا رو اشتباه کشتم. ببینید خط رو باید خط اولی رو میکشتم، بعدم خط دومی رو کشتم. بس اینو دقت کنی. اینها رو کپی میکنیم کامل و میذاریمشون کنار. من تمام این نقاط رو علامت میزنم، شما همین کار رو انجام بدین. ببینید این قسمت رو میذاریم کنار. قسمت دیگه که باید کپی کنیم، ببینید این قسمته. باز دوباره دور تا دور الگومون رو میکشیم. بچه ها من سعی کردم آموزش هامو کامل بهتون بدم بدون هیچ کم و کسری. حالا خوشحال میشم که حتما نظرتون رو برام بنویسید و اگه از آموزش هام هم خوشتون اومد برای دوستانتون ارسال کنید. ببینید تمام خطای خط کمر و خط مرکزی جلو، تمام اینها رو من میام مشخص میکنم روی الگو. ببینید تمام قسمت ها رو کپی کردم، کاغذ گذاشتم زیرش که شما خیلی راحت بتونید ببینی. این قسمت هم که مال این جلوه. این هم قسمت مثلثی شکلی که از الگو در آوردم، حالا روی کاغذ کشیدم که بهتر مشخص باشه. دور تا دور الگو رو قیچی میکنی بچه ها. من یقه بالایی رو از الگو جدا نکردم، موقع دوخت باید حتما اینجا جدا باشه. این قسمت رو بعد باید جدا کنیم. من برای اینکه یقه مشخص باشه دیگه این قسمت رو جدا نکردم. پنس پهلو رو میبندیم و چسب بزنیم.
ببینید مثلث شکل رو به اینجا باید بچسبونی. فقط به یه قسمت میچسبه و بعد به این حالت برش میخوره و ببینی پارچمون به این حالت برش میخوره و بعد دوخت میشه. موقع دوخت به این قسمت دوخته میشه. اما حتما قسمت ها رو قبل از اینکه بخواییم پارچتون رو برش بزنین بذارین کنار هم دیگه، از یقه مطمئن بشین و بعد دوخ کنین. این قسمتیه که بعدن باید دوخ بشه. یقمون رو برمیگردونیم از خط پایه یقه. ببینید به این حالت یقم رو برمیگردونم. قسمت حالا با رنگ آبی پررنگش میکنم که مشخص باشه. این قسمت رو هم باز دوباره میچسبونم کنار هم دیگه. این قسمت ها بعدن دوخته میشن به این حال. میتونید این سمت رو هم برش نزنید و فقط پنسه زیر سینه رو دوخت کنید. ببینید؟ پس این سمتش رو برش نزنید بهتر، راحت تر میشه کارمون. این خط پایه یقمونه، اینم خط مرکزی جلو، اینم که خوب خط کمر. اینو تا میزنیم از خط پایه یقم. این قسمت رو هم آبی رنگش میکنم تا مشخص باشه. ببینید این دوتا رو از خط مرکزی جلو میذاریم روی هم دیگه به این حالت. خط کمر رو هم روی خط کمر فیکس میکنیم. البته اینها بعدن جداه و من الان برای الگو دارم بهتون میگم. ببینید این یقه پایینی، قسمت پایینی طوری باید تا بشه که ادامه قسمت یقه بالایی که آبی رنگ کردم باشه. یه مقدار اضافات الگو رو زدم. ببینید اینو تا میزنم به این حالت. ببینید به این حالت دقیق معلوم باشه. این قسمت ها رو بچه ها اگه الگوتون و پارچتون رو کامل لای حریر بچسبونید خیلی عالی میشه. ببینید به این حالت شد. حالا میام اینجا رو اصلاح میکنم. اینو برش میگردونید. ببینید یقمون چی شد؟ این قسمت زیرش یه چرخ کوچولو میخوره که ثابت بشه. ببینید؟ یقه ما به این شکل شد. دقیقا یقمون این شکلی شد. بعد این پنس ها رو هم میدوزیم. امیدوارم که از آموزش من خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.